نعیم دوستدار، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر از مالما همراه ما هستند. وقتتون بخیر خانم دوستدار. فکر میکنین اعدام در دست جمهوری اسلامی، حالا بنا به خواسته و قوانین خودشون، آیا صرفا یک مجازاته یا میشه نسبتی بین اعدام ها، تعدادشون، شدتشون و احکامی که صادر میشه که منجر به حکم اعدام میشه وجود داره با تحولات سیاسی؟ در پاسخ به سوال دومتون قطعا این نسبت وجود داره، برای اینکه ما شاهد این هستیم که هر زمان وضعیت جامعه به حالت اعتراضی تبدیل میشه، جمهوری اسلامی از مجازات اعدام بیشتر به مراتب استفاده میکنه و اون هم نه فقط برای معترضان به شکل خاص، بلکه اساسا به نظر میرسه که اجرای حکم اعدام رو برای سایر جرایم مثل جرایم مواد مخدر هم در واقع شدت میبخشه و نمونهش این چیزیست که ما امسال شاهدش بودیم. از آغاز سال جاری میلادی موارد بسیار زیادی مجازات اعدام انجام شد که برخیش مستقیما اعدام معترضان بود و تعداد بسیار زیاد دیگرش مربوط به جرائم دیگه. اما اون چیزی که بسیار حائز اهمیته اینه که در جمهوری اسلامی شاید فکر میکنم این در بین تمام کشورهای جهان بی‌نظیر باشه، تعدد جرائمی که جمهوری اسلامی برای اونها مجازات اعدام در نظر گرفته، یعنی از جرائم جنسی گرفته تا قاچاق مواد مخدر تا مسئله دزدی و آدم ربایی تا روابط جنسی، مسائل مثل نافرمانی‌های مدنی و اعتراضات، تمام اینها به شکل‌های مختلف جرائمی که فکر نمی‌کنم در اغلب نقاط دنیا منجر به صدور حکم اعدام نمیشه، در جمهوری اسلامی به راحتی میتونه حکم اعدام بگیره. و متاسفانه شرایط نابسامان سامان سیاسی و اقتصادی کشور و فساد فراگیری که در کشور وجود داره باعث میشه که مسئله مواد مخدر یکی از مسائل اساسی و بحرانهای اجتماعی باشه، به نحوی که قاچاق گسترده‌ای که خب ما میدونیم که خود حکومت هم تا چه حدی درش دست داره، جان بسیاری از افراد رو به دلیل اتهامات مربوط به مواد مخدر بگیره. و هدف جمهوری اسلامی حالا علاوه بر اینکه داره در جرائم متعددی استفاده میکنه از مجازات اعدام، همین ارسال پیام رعب و وحشت به جامعه هست. حالا چه این جرم مسئله مواد مخدر باشه، چه نافرمانی های مدنی و فرضاً اعتراضات خیابانی باشه، توی تمام این موارد با اجرای شدیدترین نوع مجازات و بدون در نظر گرفتن، حتی اگر فرض بکنیم جرمی هم صورت گرفته، بدون در نظر گرفتن مجازات های جایگزین، بدون اینکه حق حیات رو سلب بکنه، جمهوری اسلامی ماشین کشتارش رو این بار در چوبه های دار رو به راه میاندازه و افراد زیادی رو جانشون رو میگیره. متاسفانه یک نکته دیگه که باید بهش اشاره کنم این هست که بسیاری از این افرادی که اعدام میشن به دلیل نوع اتهام و جرمی که بابتش حکم اعدام گرفتن، مکان جغرافیایی و استانی که اونجا بازداشت شدن و زندانی شدن، اخبارشون اساساً انعکاس گسترده پیدا نمیکنه. اینه که ما میبینیم در استانهای مثل سیستان و بلوچستان یا بعضن کردستان به دلایل هم جرائم عمومی هم به دلایل جرائم سیاسی افراد زیادی رو مجازات میکنن، اعدام میکنن بدون اینکه واکنش شدیدی در جامعه ایجاد بشه، برای اینکه اطلاع رسانی کافی یا به سرعت هم امکان حتی وقوعش وجود نداره. اینه که میشه گفت جمهوری اسلامی در مقایسه با چین که رتبه اول اعدام ها رو داره، سرانه در واقع نسبت به جمعیت تعداد اعدام هاش در جهان بی‌نظیره و خب به همین دلیل هم هست که جمهوری اسلامی یکی از بزرگترین ناقضان حقوق بشر هست، در شرایطی که اغلب کشورهای جهان به نوعی مجازات اعدام رو متوقف کردن یا حتی اگر متوقف هم نکردن به ندرت اجرا میکنن.
خانم دوستدار ممنون میشم کوتاه بفرمایید این ماشین کشتار، این اعدام بی‌محابا علارغم واکنش‌های داخلی و بین‌المللی در سازمان ملل، در واقع گزارش‌هایی که نهادهای حقوق بشری منتشر کردن و محکوم کردن، چرا جلوش گرفته نمیشه؟ چرا این اندازه بی‌محابا اعدام میکنه؟ خب جمهوری اسلامی از این محکومیت‌ها چندان احساس نگرانی شاید نمی‌کنه، به این دلیل که این محکومیت‌ها شاید بازدارندگی کافی رو ندارن وقتی در نهادهای بین‌المللی صورت می‌گیرن، محرومیت‌های کافی رو برای جمهوری اسلامی برمقام نمیارن و در عین حال جمهوری اسلامی هم همواره وقتی در نشست‌های بین‌المللی مربوط به حقوق بشر حاضر میشه این موارد رو رد میکنه، اتهام در واقع اتهام میدونه، جفسازی رسانه‌ای کشورهای غربی و مخالفان و دشمنان خودش میخونه و بسیاری از این موارد رو که از سوی جامعه جهانی به عنوان نقض حقوق بشر خونده میشه تحت عناوین شرعی و مذهبی در واقع در قانون خودش میگنجونه. مثلا ما وقتی که حکم اعدام رو برای یک سری از جرائم جنسی در نظر میگیریم، این حکم بیشتر از اون که ریشه قضایی داشته باشه ریشه مذهبی و شریعتی داره و به همین دلیل هم جمهوری اسلامی ازش کنار. شما خانم دوستدار سپاس از توضیحاتتون، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر که از مالمو همراه ما بودید.